اي مشعل محفل الاستان وي قشت الان بروي دستان خون گلویت نمی گذارد تا بعد زمان دهد شکستم. ای خنده فتح بر لب تو خون تو قوام مکتب تو شش ماه من اگر چه فردی تو مرد شهادت و نبردی سرباز همیشه فاتح من لبخند بزن که فتح کردی تا داد تو بر فلک رسانم خون تو به آسمان فشانم. از خون گلو کنم نگارت تا خود ببرم حضور یارت هم دوش من است قتلگاهت هم سینه من بود مزارت قلب پدر است حایر تو زوار من انظار تو. همه سوال کردن از امام سجاد بچه من کجا دفن کردی؟ بابای من کجاست؟ عموم کجاست؟ قاسم کجاست؟ علی اکبر کجاست؟ رباب سوال کرد آقا جان بچه من کجا دفن کردی؟ فرمود رو سینه بابام خوابوندمش. بر آب وضو دوش پدر نماز خواندی پیغام مرا زلق خونی بر گوش جهانیان رساندی مظلوم ترین شهید بابا لبخند بزن امید بابا مظلوم ترین شهید بابا ای کوثر مصحف شهادت لبخند تو بهترین عبادت حیف است که کشتت بخوانم امروز تو یافتی ولادت هرچند که شد صدات خاموش خونتا نمیشود فراموش الان بزرگان قضاوت در دنیا دارن میگن تو تحلیل محرم و عاشورا میگن اصلا کاری به قیام حسین نداشته باشین شیش ماه رو برای چی گشتن؟ هیچ کسی جواب یعنی انقدر کشته شدن علی اصغر توجیه نداره که زدن فاطمه
کوچه توجیه نداره. هفتاد بهش را دری تو هی جانم، هفتاد فرشته را پری تو، هفتاد ذبیح را تو شاهد، هفتاد سپهر اختری تو، خون گلویت مرا وضو داد، حتی به شهادت آبرو. آقا جان چند سالتونه مگه؟ علی الظاهر 6 ماه، ولی از ازل دل عالم آدم بردی علی جان، از خون گلو خضاب کردی، خون بر جگر رباب کردی، در عین سکوت آبها را از آتشت کباب کردی، زخم گلویت سزد بخندد، چون دوست تو را چنین پسندد، دریای نخورده آب اصغر، خجلت زدت رباب اصغر، از تیر سنشوب آب خوردی، سیراب شدی به خواب، بریم شاید بگیریم جواب، شاید بریم شاید برسیم به آب، شاید کشتن ز داغ تو مرا هم گشتیم شهید هر دو با هم، معراج تو از تو تا حسین است، در خون تو نقش یا حسین است، تنها تو شدی به دست من دفن، تشییع تو نیز با آن روز که روز حشر کبراست، قنداقه تو به دست زهرا، یه نیمه روزه‌ای بود خوندم، حالا میخوام یه مقدار مکشوفش کنم، قربان صورتش طفلی که شکل فاطمه بوده است، سیرتش یعنی چی؟ سیرتش شکل فاطمه است، یعنی خانوم فرمود چرا علی جان، چرا سر در گنیبان، چون جنینه، چرا مثل جنینه، دیدید جنین دیدی؟ امیرالمومنین حضرت زهرا این توی تشبیه کرد، چرا سر در گنیبان چون جنینی، یا چرا سر در گنیبان این چنینی، علی جان قصه نخور، هیچکی کار نداشته باشه برای من، امیرالمومنین
حالا سیرت این بچه چطور شبیه فاطمه است؟ وقتی گفت هل من ناصر ینصرنی، ناله از خیمه ها بلند شد. حسین برگشت به خیمه، خواهر مگه نگفتم داد نزلی؟ فمود آقا جان تا گفتی من بیارم، ای بچه قلب زد خودشو از روی گهوار زمین انداخت. منم ببر، من نمردم هنوز، هنوز یه علی تو بساط داری. من علی از غرتم، شمشیرت منم، منو ببر کمکت کنم. قربان صورتش طفلی که شکل فاطمه بوده است، سیرتش هر چند کودک است، اما نگاه کن به علی رفته هیبتش. روزه خونای کوچه گرد کیا یادشونه؟ مادرها یه بار به کدومشون گفتم بیشترین روزه که میخونه چیه؟ روزه موسی بن جعفر علیه السلام، باب الهوا. روزه قمر بنی هاشم علیه السلام، باب الهوا. روزه ام البنین علیها السلام. هیجان کار داریم. بیشترین روزه که میخونی، مرکی گرفتار سراسیمه میاد میگه یه روزه از لای چارقدش یه پولی به من میده، میگه یه روزه علی اصغر برای من بخون. باب الهوایجی، باب الهوایجی، یک قطره کم است ز موج کرامتش، دوزخ شود بهش در حشر اگر که جلوه کند با شفاعتش. از فرش تا به عرش عالم تمام غرقه دریای رحمتش. خدا به پنجه مشکل گشای اصغر داد تمام سلطنت خیش در ازای حسین. جمع ملائکه صف بستن بین نماز جماعتش، در فقه کربلا ثابت شده است بر همگان مرجعیتش. وقت تلذی است اهل کلام تشنه فن بلاغتش، با حرف نزدنش یه بلاغتی به خرج داد که باباش احتجاج کرد فرمود اما ترونه کیفیت لذاتش. ببین داره لب به هم میزنه. آمد حسین با زیباترین فراز کتاب هدایتش، یک قطره آب خواست، افسوس اهل کوفه نکردند جابتش. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، آی مردم کاش شما عاشورا بودید، کیف است تسقیل طفلی برا بچم آب خواستد. فابوا ان یرحمونی، از این که به من رحم کنند. یک قطره آب خواست، افسوس اهل کوفه نکردند جابتش. آری نسیم هم خیلی مراقب است زمان زیارتش. الله اکبر. آری نسیم هم خیلی مراقب است
زمان زیارتش سربسته از حرف اهل کنایه باش لطیف از صورتش یعنی تا امشب لباش ترک نداشت بیچاره مادرش جان میکند عزیز دلش در برابرش لعنت به هر مله میشد بلند نعره الله اکبرش یک شعبه داشت آه اما نگاه کرد به آن تیر دیگرش بر روی دست شاه یک روزه بی سر است که خواندن اصغرش حالا میخوای داد بزنی بسم الله قنداق پاره شد محکم رسید تیر به هم ریخ پیکرش از استخوان گذشت آری برید از سه طرف هر سه خنجرش تیر سشابه برد آی خدا از صورتش کمی و تمامی حنجرش افتاد بر زمین از روی شانه های علی بر زمین سرش می آید از گلو همراه خون صدای نفس آیا این بچه مرده ها گریه کن سینه بکوب میخوام روزه علی اصغر رو ادامه بدم خودم هم میمیرم یک سر به نیزرم پیش نگاه هر مله بیچاره مادرش عمرش به سر رسید وقتی به مادر علی اصغر خبر رسید یک بار پیر شد از انتهای خیمه زنی تا به در رسید ای وای دیگه نه جونشو دارم بخونم نه جرأتشو دارم بخونم نه دلشو دارم بخونم شیش ماه دیدی یا نه حتما دیدی امری یکی دوتا بچه بیمار آوردن به حق علی اصغر امام حسین همه مرزا نه بچه بزرگترا بیماری های روحی و روانی همه مریضی ها با دست علی اصغر شفا پیدا میکنه امرو یکی دوتا بچه آوردن رفتم زیر آفتاب نگاه کردم گفتم یا علی اصغر اینا فکر میکنم من در خونه شما بابا آبرو دارم دیگه هیچ کاری از دستم بر نیومد تربت دستم گرفتم بچه رو بغل کردم رو با آسمان سه بار گفتم یا حسین همیشه یادت باشه تیر آخر تو چله کمان همینه هر موقع خیلی گرفتار میشی برو زیر آسمان از رو بیچاری سه بار بگو یا حسین زیر این آسمانی که یه روز ارباب دود میدید دیگه این آسمونه
آقای من و شما، جان عالم فدای آقای من و شما. سه چهار سال اول عمرشون ابی عبدالله خیلی کم حرف می زدن، اصلا کم حرف بود ابی عبدالله، خیلی بچه های امیرالمومنین باب امام امام بابا چه بنشینن چه بیستن امام امام جواد از زمانی که به دنیا میاد امام. وقتی پیغمبر اکرم در قدیر اعلام کنه امامه. سه چهار سال اول ابی عبدالله حرف نمیزد، فقط برای باباش و مادرش، فقط برای جدش رسول خدا شیرین زبانی میکرد، فقط برای امام حسن، فقط برای اصحاب نزدیک. کسی نمیشنید امام حسین زیاد صحبت کنه. وقار رو ببین کشته منو. یه روز تقریبا چهار سالش بود ابی عبدالله دیگه خیلی تو مدینه شروع کردن یا به گوارف زدن. شنیدین پسر علی مشکل گفتگو حرف زدن داره، زبونش میگیره نمیتونه حرف بزنه. لاله یواش یواش پیغمبر ناراحت شدن. یه روز تو مسجد النبی بعد از نماز رسول خدا منبر تشریف می بردن، یه روز بعد از نماز اشاره کرد حسین جان منبر برد، خطبه خوان در سن چار پنج سالگی، همه مبهوت، علمای علم بلاغت همه موندن. برای شما حرف نمیزنه اما خوب برای زینبش لالایی میخونه. اومدن خدمت پیغمبر گفتن آقا جان ما همه زراعتمون سوخته، بیچاره شدیم، از سمت عراق آمده بودن، یا رسول الله دعا بفرمایید. بعضی جا هم نوشتن خدمت امیر المومنین رسیدن و تو کوفه بود، مولا فرمود حسین جان یه دعای استسقا برای اینا، گناه دارن. اونایی که قائلن تو کوفه بود میگن حسین دست بلند کرد گفت رب ربنا ربنا آسان حفی شد. نفس ببین به شروع دعای استسقا گرفت بارش رحمت ز ربنای حسین، همه به دست و پاش افتادن. خدا به حق امیرالمومنین، به حق مولا، به همه شما خیر بده. من جلسه حضرت علی اصغر تا آخرش بیایم، همه به دست و باج افتادن. آقا جان ممنونتی، خودمون نوکرتی، ایشالله یه روز جبران کنی. جبران کردن. آقایی که تکلیف رو امام خمینی فرمود، تکلیف ما را سید الشهدا معلوم کرده است. آقایی که تکلیف بر عالم مشخص میکنه، همچی تیر به گلو خورد، یه قدم طرف خیمه رفت، به رباب چی بگم، طرف دشمن آب دیگه به کار بچه نمیاد. رد پای حسین رو میدیدی
میفهمیدی چقدر این آدمی که اینجا راه رفته مستر شده، آخر دور شد از خیمه، رفت پشت خیمه ها، بدن رو زمین خوابون، تیر از تو بازو و گلو کشید، آخه گلو به بازو دوخته شد با تیر، با یک دست با غلاف خنجر قبر کوچکی کن. آخه میدونه اینا با اسب رو بدنها میتازن، این بدن طاقت نداره، بدن شیرخواره رو میان قبر گذاشت اومد خاک بریزه. یه وقتی مادرش صدا میزنه آقا جان من با بچم خداحافظی نکردم، بذار یه بار دیگه بچم رو ببینم. هر کس که دید رأس تو را روی نیزه ها آهی کشید و گفت که بیچاره مادرم حسین. اگر دشمن برین صحرا به تازه، دیگه چیزی از این پیکر نمون حسین. چه کنم رفقای ده مهمون دهی هستن، اگه شهر ندم میمونه شهر بدم حال یه ده بد میشه حسین. ای با وای 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 سر تو قاتل مادر شده نیزه نشین. چرا؟ بس که افتاد زمین سر نیزه بزرگ است برای سر تو، به فدای سر تو. ای وای حسین. وای اهل گریه تازه یه جوری گره ها باز شد انگار. های های دیدم از تیر سشوبه گلم از خواب پرید. میگن مار تو خواب نمیزنه، گوش تا گوش درین رعشه های بدنت
بده روزه تو خیمه رو بخونم. دختر نازدانه اومد تو خیمه گفت بچه ها دست بابا خونی شده. گمونم شش ماه قربون شده. عباشو بروی اصغر کشیده. خدا شاهد با جناب صغیر و کبیر من رحم نکرد. حسین